درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در ساعت با خبرهایی از ایران و از سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. گزارش ها حاکی است که یک شرکت در بلغارستان در تامین پیجرهای ارسال شده برای حزب الله نقش مستقیم داشته است. پزشکیان با پیام تمایل به دیپلماسی قبل از انتخابات آمریکا به نیویورک می رود. نیروهای حکومتی راه‌های منتهی به مزار نیکا شاه کرمی را مسدود کردند. تهران به تلاش سایبری برای ارسال ایمیل های حاوی محتوای دزدیده شده از کارزار انتخاباتی ترامپ به بایدن متهم شده است. 5 مقام دیگر جمهوری اسلامی در فهرست تحریم های کانادا قرار گرفتند. FBI اعلام کرده که یک عملیات بزرگ هک توسط حکومت چین را که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را تهدید می‌کرد، خنثا کرده است. و محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا بزرگترین فواره قطبی سیاه‌چاله‌ای که تاکنون ثبت شده را کشف کردند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز پنجشنبه 19 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با 29 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. در ادامه انفجار مشکوک هزاران پیجر، بیسیم و تجهیزات ارتباطی دیگر متعلق به نیروهای حزب الله در لبنان، گزارش ها حاکی است که یک شرکت در بلغارستان در تامین پیجرهای ارسال شده برای این گروه نقش مستقیم داشته است. بررسی ها نشان می دهد که شرکت ثبت شده در صوفیه پایتخت بلغارستان با نام نورتا گلوبال با مسئولیت محدود در مالکیت یک شهروند نروژی به نام رنسون یوسه ثبت شده و نشانی این شرکت در شهر صوفیه آدرس ثبت شده برای 196 شرکت بوده است. شرکت نورتا گلوبال خود کار حمل و نقل را هم انجام داده و پیجرهایی را که سه‌شنبه این هفته به طور همزمان در سراسر لبنان و بخش‌هایی از سوریه منفجر شد در معامله با شرکت تایوانی گولد آپولو خریداری کرده و مستقیما در اختیار حزب الله قرار داده است. در این حال آژانس ضد اطلاعات بلغارستان روز پنجشنبه اعلام کرد که هیچ عملیات گمرکی در ارتباط با پیجرها در خاک بلغارستان انجام نشده است. بررسی ها حاکی است هرچند شرکت مجارستانی BAC ظاهرا توافق خرید پیجرها را با شرکت تایوانی گولد آپولو امضا کرده، عملا شرکت نورتا گلوبال با مسئولیت محدود پشت پرده این معامله بوده است. وزارت بهداشت لبنان شامگاه چهارشنبه در آخرین آمار خود اعلام کرد که بر اثر موج جدید انفجارها در این کشور 25 تن کشته و 708 تن زخمی شدند. یک روز پیشتر انفجار پیجرها در دستان افراد مرتبط با حزب الله 12 کشته و 2323 زخمی بر جای گذاشته بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده که موج جدیدی از حملات علیه اهداف مرتبط با حزب الله لبنان را آغاز کرده. اعلام این حملات با آغاز سخنرانی حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان همزمان شده است. حسن نصرالله با اشاره به انفجار پیجرها و بیسیمها آنها را جنایت جنگی با دست کم اعلان جنگ توصیف کرد. حسن نصرالله حملات روز سه‌شنبه را قتل عام خواند. به اضافه کرد که ضربه ای به این گروه وارد آمده که در تاریخ بی سابقه بوده است. رهبر حزب الله در این حال گفت ضربه بزرگی که انفجار دستگاه‌های مخابراتی وارد کرد باعث سقوط حزب الله نمی شود. حسن نصرالله در ادامه اظهارات خود اضافه کرد که در دو روز گذشته اسرائیل تلاش کرده تا در عرض 2 دقیقه 5000 تن را بکشد و این انفجارها در تاریخ لبنان و جهان بی سابقه بوده است. رهبر حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه پاسخ احتمالی حزب الله اشاره کرد. او گفت جبهه لبنان قبل از توقف تجاوزات به غزه متوقف نخواهد شد. حسن نصرالله همچنین گفت مقاومت در لبنان از حمایت از مردم غزه و کرانه باختری دست نخواهد کشید. در حالی که سخنرانی حسن نصرالله در جریان بود، جنگنده های اسرائیلی دیوار صوتی را بر فراز بیروت شکستند. ارتش اسرائیل میگوید در حال اجرای موج تازه از حملات هوایی گسترده علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان به منظور از بین بردن توانایی های این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از مقام ایرانی نوشت مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در اولین سفر خود به غرب از زمان انتخابش حامل پیامی مبنی بر تسلیم نشدن در برابر فشارها و آمادگی تهران برای دیپلماسی است. بر اساس این گزارش قرار است که مقامات ایرانی و اروپایی در سازمان ملل به بررسی راهی برای بازگشت به دیپلماسی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ضمن کاهش تنش‌ها در اسرائیل بپردازند. پزشکیان 6 هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 و برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد به نیویورک سفر خواهد کرد. انتخاباتی که احتمال دارد به بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا و مخالف سرسخت توافق با جمهوری اسلامی منجر شود. شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی در ایران از قطع و مسدود شدن سیم کارت های خود با دستور نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته خبر دادند. پیام درفشان وکیل حقوق بشری در گفتگو با روزنامه شرق اعلام کرد که پیش از این هم در پرونده‌های مشابه اعمال چنین محدودیت‌هایی وجود داشته است. شرق روز پنجشنبه 29 شهریور ماه در گزارشی با عنوان تنبیه با مسدود کردن سیم کارت اعلام کرد که در چند ماه اخیر مواردی از قطع و مسدود شدن سیم کارت خبرنگاران و فعالان سیاسی وجود داشته که با پیگیری آنها مشخص شده که این محدودیت با دستور برخی نهادها انجام شده است. همزمان با فرا رسیدن دومین سال روز جان باختن نیکا شاکرمی، نوجوان معترض در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، اعضای خانواده اش از بستن راه‌های منتهی به گورستان محل دفنش خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، ماموران حتی اجازه ورود خانواده نیکا به قبرستان و حضور بر سر مزار او را هم نمی‌دهند. نسرین شاکرمی، مادر نیکا، روز پنجشنبه 29 شهریور ماه در پستی اینستاگرامی خبر داده با آنکه او برای جلوگیری از بگیر و ببند و مزاحمت برای مردم هیچ فراخوانی برای مراسم سالگرد نداده، اما از صبح زود ماموران حکومتی به تعداد زیاد جاده ویسیان و قبرستان حیات الغیب را از هر طرف بستند و اجازه عبور و مرور به کسی نمی‌دهند. آتش شاکرمی، خاله نیکا، هم با انتشار پست مشابهی نوشته که راه‌های منتهی به گورستان حیات الغیب تا روز شنبه هفته آینده، یعنی یک روز بعد از سال روز جان باختن نیکا، بسته خواهد ماند. آنطور که او خبر داده، تردد مردم منطقه با مشکل مواجه شده، مراسم های تدفین در کل منطقه توسط اطلاعات لغو شده و زندگی مردم مختل شده است. آتش شاکرمی تاکید کرده که خانواده حق ورود به منطقه و رفتن سر مزار را ندارند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با رد ادعای دخالت ایران در انتخابات سال 2024 آمریکا از سوی سازمان‌های امنیتی این کشور گفت این اتهامات بی اساس و فاقد اعتبار است. تهران به تلاش سایبری برای ارسال ایمیل‌های حاوی محتوای دزدیده شده از کارزار انتخاباتی ترامپ به بایدن متهم شده است. به گفته نمایندگی جمهوری اسلامی، این کشور نه تنها هیچ انگیزه و قصدی برای دخالت در انتخابات آمریکا نداشته و ندارد، بلکه چنین اتهاماتی را قویاً تکذیب می‌کند. نمایندگی جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که ارائه پاسخ دقیق و مناسب مشروط به ارائه مستندات رسمی و شفاف در رابطه با اتهام دخالت این کشور در انتخابات آمریکا است. بنا به اعلام سازمان‌های امنیتی ایالات متحده، نیروهای سایبری جمهوری اسلامی اواخر ماه جون و اوایل ماه جولای سال جاری میلادی برای شماری از افراد نزدیک به کارزار انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ایمیل های ارسال کردند که حاوی گزیده ای از محتوای دزدیده شده از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بود. در این بیانیه که به صورت مشترک از توی FBI، آژانس امنیت سایبری و زیرساخت در دفتر مدیر اطلاعات ملی منتشر شده، گفته شد که این حملات آخرین نمونه از رویکرد چند جانبه ایران برای ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد به فرآیند انتخاباتی آمریکاست.
بر اساس این بیانیه در حال حاضر هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان بدهد دریافت کنندگان به این ایمیل ها پاسخ داده باشند. اقدامات تیم سایبری وابسته به جمهوری اسلامی از این هم فراتر رفته و بر اساس بیانیه دستگاه های امنیتی ایالات متحده، هکرهای سایبری ایرانی از ماه جون به تلاش خود برای ارسال محتواهای هک شده و غیر علنی مرتبط با کارزار انتخاباتی ترامپ به سازمان های رسانه ای آمریکایی ادامه دادن. ایران ترنشمند در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگان جلب می کنید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب میکنم. خبر آزادی فائزه هاشمی، فعال سیاسی اصلاح طلب از زندان که در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود در زندان اوین بود، با واکنش های متفاوتی روبرو شده و برخی آن را به نامه او علیه سایر زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان سیاسی چپ مرتبط دانستند. خود او هم معتقد است که انتشار این نامه در نهایت موجب آزادی او شده، اما میگوید که به زور آزاد شده است. دختر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در اقدامی که مورد تحسین و تمجید همزمان رسانه‌های اصولگرا و اصلاح طلب قرار گرفت، نامه‌ای سرگشاده علیه زندانیان سیاسی چپ نوشت و آنها را به دیکتاتورهای کوچکی متهم کرد که مانع از رأی دادن زندانیان سیاسی در انتخابات شده یا به خبرسازی می‌پردازند و ضرب و شتم خود در زندان توسط زندانبانان یا عدم رسیدگی پزشکی را بزرگ جلوه می‌دهند. انتشار این نامه در رسانه‌های داخلی که به طرز بی سابقه ای در خبرگزاری میزان ارگان قوه قضاییه هم منتشر شد، با اعتراضات بسیاری در داخل و خارج از کشور روبرو شد و برخی از زندانیان سیاسی دختر هاشمی رفسنجانی را به همدستی با حکومت متهم کردند. از جمله گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی چپ در زندان اوین، در پاسخی به دختر رفسنجانی نوشته است که با وجود تضادهای ایدئولوژیک و طبقاتی زندانیان سیاسی، همواره با فائزه هاشمی مدارا شده است. او که نامه فائزه هاشمی را ندامت نامه خوانده، همچنین با اشاره به امکانات متفاوت فائزه هاشمی در زندان نوشته است که در صورتی میتوان از تبعیض گفت که خود از رانت و امکانات موجود برای ورود اقلام مصرفی مرغوبی که با شیوهی تعریف نشده در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و با مجوز ویژه و برخورداری از رانت حکومتی وارد می‌شود استفاده نکرده باشیم. گلرخ ایرایی همچنین با اشاره به برخورداری فائزه هاشمی از امکانات تبعیض‌آمیز دیگری چون ملاقات خصوصی و مرخصی در زمان‌های دلخواه نوشته است که نامه دختر رفسنجانی به قصد تخریب مبارزه شکل گرفته به نفع حکومت و ایجاد ناامیدی برای جامعه و مایی که خواستند از جامعه جدایمان کنند نوشته شده است. گلرخ ایرایی در این نامه فائزه هاشمی را اشرافزاده‌ای بی پرنسیپ خطاب کرده که با صدای بازگشت به قدرت به تخریب مخالفان رژیم و سیاه‌نمایی از بند زنان زندان اوین پرداخته است.
دو روز بعد از هجوم ماموران حکومتی به محل سکونت شماری از بهائیان در تبریز و بازداشت دست کم 3 تن از آنان، گزارش ها از شیراز حاکی است که یک شهروند بهائی ساکن این شهر روز چهارشنبه 28 شهریور ماه به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و به بازداشتگاه پلاک 100 منتقل شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری خانگاه، نیروهای حکومتی بدون ارائه برگه قضایی به خانه نگار مستقیان که مادر یک کودک 2 ساله است یورش برده و بعد از تفتیش خانه برخی از وسایل شخصی از جمله تلفن همراه، لپتاپ و گذرنامه او را ضبط کردند. تا زمان انتشار این گزارش اطلاع دقیقی درباره علت بازداشت، اتهامات احتمالی یا وضعیت و محل نگهداری این شهروند بهائی در دسترس نیست. دولت کانادا با تعیین تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، نام شمار دیگری از مقامات ایران را به دلیل مسئولیت آنها در اجرای قوانین و سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز علیه زنان، دختران و اقلیت‌های ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. افراد تازه تحریم شده 5 تن از مقامات ارشد سیاسی و انتظامی کنونی و پیشین ایران هستند. این مقامات پیشین کسانی هستند که تا همین چند هفته پیش دارای سمت‌های اجرایی مهمی در دولت 13 به ریاست ابراهیم رئیسی بودند. بر اساس بیانیه دولت اتاوا در روز چهارشنبه، نام محمد مخبر، غلام حسین اسماعیلی، مسعود میرکاظمی، سیامک رهپیک و احمد رضا رادان به سیاهه تحریم‌های کانادا اضافه شده است. دادستانی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مرد اسرائیلی را به اتهام تلاش برای کمک به طرح ترور نخست وزیران کانونی و پیشین اسرائیل به پای میز محاکمه کشانده است. دادستانی اسرائیل در کیفرخواست ارائه شده به دادگاه مطیع ممان را متهم کرد که با پیشنهاد دریافت پول از نهادهای اطلاعاتی ایران درگیر پیشبرد تلاش‌های جهت کشتن بنیامین نتانیاهو، نفتالی بنت و چند مقام کلیدی دیگر اسرائیل در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران شده بود. مطیع ممان 72 ساله، بازرگان اهل بندر اسرائیلی اشکلون که از مدت‌ها پیش در کشور ترکیه زندگی می‌کرد، به تماس با مأمور خارجی متهم شده است. در کیفرخواست او آمده که آقای ممان 2 بار هم به ایران سفر کرده. دادستانی اعلام کرده که آقای ممان تا پایان مراحل قانونی پرونده‌اش باید در بازداشت باشد. هنوز مشخص نیست که چه مجازاتی در انتظار این بازرگان است. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای خواستار پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل ظرف مهلت حداکثر 12 ماهه شد. اعضای مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه غیر الزام‌آور که تل‌آویو آن را گستاخانه خوانده، همچنین خواهان اعمال تحریم‌های علیه اسرائیل شدند. قطعنامه‌ای که پیشنویس آن از روز سه‌شنبه توسط نمایندگان 193 کشور عضو سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، با 124 رأی موافق در برابر 14 رأی مخالف و 43 رأی ممتنع به تصویب رسید. اسرائیل، ایالات متحده، مجارستان، جمهوری چک و آرژانتین از جمله کشورهایی بودند که در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد با این قطعنامه مخالفت کردند. این قطعنامه که منطبق و همسو با نظر دیوان بین‌المللی دادگستری است، از اسرائیل می‌خواهد تا ظرف مهلت حداکثر 12 ماه به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های فلسطین پایان بدهد. پلیس فدرال ایالات متحده FBI اعلام کرده که یک عملیات بزرگ هک توسط حکومت چین را که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را تهدید می‌کرد خنثی کرده است. کریستوفر ری، رئیس FBI، روز چهارشنبه گفت که این سازمان با حکم دادگاه کنترل شبکه‌ای متشکل از صدها هزار روتر اینترنتی هک شده و سایر دستگاه‌هایی را که هکرهای مرتبط با دولت چین برای تهدید زیرساخت‌های حیاتی در ایالات متحده و خارج از آن بهره می‌بردند به دست آورده است. به گفته مقامات آمریکایی، در ماه جون سال جاری این شبکه یا باتنت شامل 260 هزار دستگاه هک شده در سراسر جهان
آن از آمریکای شمالی و جنوبی تا استرالیا شامل وبکم یا دستگاه‌های روتر بود که حدود نیمی از آنها در آمریکا قرار داشتند. ری در سخنرانی خود در اجلاس سایبری آسپن در واشنگتن دی سی با وجود موفقیت در ایجاد اختلال در عملیات هک شده تاکید کرد که دولت چین به هدف قرار دادن سازمان‌های شما و زیرساخت‌های حیاتی ما ادامه خواهد داد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتر هیدری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 heydarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. نیروی هوایی اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که پدافند هوایی آن کشور تمامی 42 پهپادی را که روسیه در حملات شبانه به مناطقی در سراسر این کشور پرتاب کرده بود سرنگون کرده است. نیروی هوایی اوکراین همچنین گفت که یک موشک هدایت شونده روسیه را هم سرنگون کرده. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو پهپاد اوکراینی را بر فراز منطقه کورسک و یک پهپاد دیگر را بر فراز منطقه بلگرود منهدم کرده است. محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا در ایالات متحده بزرگترین فواره قطبی سیاه‌چاله‌ای که تاکنون ثبت شده و در پهنای معادل 23 میلیون سال نوری ادامه دارد را کشف کردند. این یافته ارزشمند داده‌های پیشین مربوط به محدودیت‌های فواره قطبی را متحول می‌کند و چشم‌انداز نوینی درباره قدرت سیاه‌چاله‌های کلان جرم و چگونگی پیدایش مراحل اولیه جهان ما ارائه می‌دهد. یک محقق در دانشگاه آکسفورد که در این مطالعه شرکت داشت این فواره قطبی سیاه‌چاله‌ای را به افتخار یکی از قول‌های اسطوره‌های یونانی پورفیریون نامیده است. برندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.